بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز سال روز قیام دی ماه 96، قیامی که برگ زرینی در تاریخ مبارزه 4 دهه از مردم ما با این رژیم ضد بشریه، قیامی که برای اولین بار ارتش گرسنگان و بیکاران به پا خواستند و ارکان تمامیت نظام رو به لرزه درآوردند، قیامی که برای اولین بار مردم شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا رو سر دادن و هر گونه چشم دوختن به تغییر در درون رژیم و باندهای اون رو سوزوندن. در سومین سال روز این قیام دلیرانه نگاهی داریم به چگونگی شکلگیری این قیام و شعارها و خواسته ها و ویژگی های اون و تأثیر این قیام بر جنبش سراسری مردم ایران در 3 سال گذشته. برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای محمد رضا مرادی که مهمان گفتگوی ما در استودیو هستند. آقای مرادی به شما خیلی خوش آمد میگم. میخواستم از همین قیام 96 برامون تو ابتدا به این که چگونه شروع شد، چند روز ادامه داشت، چه طیفی از مردم شرکت داشتن، شعارها و خواسته های اونها چی بود، کمی تو این رابطه برامون بگید. با سلام خدمت شما و همچنین سلام خدمت هموطنان عزیز و با هزاران درود به قیام آفرینان قیام 96 و همچنین با هزاران درود به شهدای این قیام و همچنین درود به کانونهای شورشی. ما در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید در رابطه با قیام 96، قیام 96 از تقریبا 7 دی 96 در مشهد آغاز شد. موضوع اولیش هم طبعا یک موضوع صنفی بود، ولی در کمتر از 1 روز این موضوع و شعارهای صنفی ارتقا پیدا کرد و گسترش یافت و به شعارهای سیاسی و نابترین شعارهای سیاسی از جنس مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی و مرگ بر ولایت فقیه و در نهایت مرگ بر خامنه‌ای ختم شد. یعنی به سرعت چنین مدارجی رو در کمتر از 24 ساعت این ته کرد. این قیام یک قیام 10 روزه‌ای بود، 10 روز استمرار داشت، در به سرعت در 31 استان و به طور مشخص در 140 یا 142 شهر ایران به اصطلاح فراگیر شد و متعاقب اون هم رژیم خب پاتک‌های خودش رو داشت. در روز سوم همین تظاهرات در مشهد یک ضد تظاهرات به طور مشخص خود علم الهدا را اندازی کرد و بعد از اون در تهران یک ضد تظاهرات در سالگرد خود عاشورای 88 رژیم ترتیب داد که بتونه به اصطلاح قدرت نمایی کنه، ولی همین موضوع تبدیل شد به یک بنزینی که روی قیام در سراسر کشورهای شهرهای مختلف ریخت و در تمامی شهرها گسترش پیدا کرد. این قیام به طور مشخص همونطوری که خودتون مطرح کردید در تهران در جلوی دانشگاه تهران خود شرکت کنندگان و تظاهر کنندگانی که اونجا داشتن شعار اصلی علاوه بر شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه که سر می‌دادن، شعار همین پایه و مثل گوگیرا رو در همون نقطه شیعه مطرح کرد. بعد دانشگاه شروع شد. دقیقاً بله. در توی خود همین قیام 97 بود که در استمرار و ادامهش بود که رژیم به هر حال در یک نقطه احساس کرد که دیگه تاب تحمل و تاب به اصطلاح در اوضاع از دستش در میره و مثل همیشه از اصلی ترین سلاحش که سلاح سرکوب و کشتار بود استفاده کرد و به طور مشخص نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگرش رو به صحنه آورد و حتما همونطور که میدونید شهدای زیادی رو توی این قیام از فرزندان دلیر و دلاور مردم ایران گرفت، چه در متقل 6 تن از این شهدا مال شهر قهرمان پرور درود بود و بعد نورآباد و شهرهای مختلف. این قیام بعد از 10 روز و بعد از سرکوب خونین به هر حال در مقطع متوقف شد، ولی از اون پس استمرار یافت و در سال 97 همونطور که یادتون هست در بهبهان بعد به طور مشخص در اعتصاب سراسری و گسترده کامیونداران و همچنین در اعتصاب و تظاهرات گسترده در شهر تهران استمرار داشت و بعدم که تا همینه بله. شما از قیام 96 گفتیم، من می‌خواستم بپرسم که دستاوردها و نتایج اون قیام هم به صورت خلاصه چی بود؟ ببینید ما کلا ما سلسله قیام‌هایی در طول پروسه همین
حاکمیت این رژیم داشتیم. به طور مشخص اگر ما مبدا این سلسله قیام ها رو 30 خرداد سال 60 بگیریم، متعاقب اون در 78 88 و در شهرهای مختلف، در قزوین، در مشهد، در شیراز، به طور پراکنده ما همیشه شاهد قیام های گسترده و سراسری گسترده در و بعضا سراسری در طول پروسه حیات این رژیم بودیم. اما خود قیام 96 یک نقطه عطفی در جنبش و در سلسله قیام های مردم ایران به حساب میاد، به دلایل همین دستاوردهاش و ویژگی های اخص خود همین قیام 96 بود. ببینید، در قیام 96 مهمترین ویژگی که داشتیم بود که به هر حال اون قش و نیروی اصلی تشکیل دهنده خود قیام نیروهای تهی‌دست، یعنی نیروهای همون لشکر گرسنگان و خلاص اصلی ترین لایه و محروم ترین لایه اجتماعی بود که در صحنه اومده بود. نکته بعدی که وجود داشت خود در قیام، از دستاوردهای مهمی که وجود داشت خود قیام 96، شعار اصلی و شعار محوریش علاوه بر اینکه نیروهای متشکلش از پایین ترین لایه و محروم ترین لایه های اجتماعی بودن، شعار و موضوع اصلیش مسئله سرنگونی خود رژیم بود و به طور مشخص نوک هرم این رژیم رو که شخص خامنه‌ای بود رو نشانه رفت و حتما در خب بنرهایی که و پلاکاردهایی که از خود شخص خامنه‌ای بود آتش می‌زدن و کلا نمادهای سرکوب و چیزهای مقرهای امام جمعه و از این جنس و خود ارگانهای سرکوب رو مورد هدف قرار دادن و تلفات زیادی هم متقابلا به رژیم وارد کردن. بنابراین یک سرفصلی عوض شد از نقطه خود قیام 97 به این طرف. این رژیم به طور واقعی و به طور واقعی اونچه که الان ما داریم ببینیم از جلو به عقب نگاه میکنیم، دیگه این رژیم اون رژیم نشد و به طور مشخص این جنبش و این مقاومت و این مردم هم یک گردنه ای رو طی کرد و به طور مشخص وارد فاز نوین و فاز جدیدی شد. و از مهمترین دستاوردهای قیام 96 هم میتونیم بگیم که از بین رفتن، متلاشی شدن باند کثیف اصلاحات، باندی که به هر حال دستساز همین رژیم بود، هدفش هم تیز برای به انحراف کشوندن نیروهای جنبش و نیروهای مقاومت، از نپیوستنشون به اون آلترناتیو اصلی، عنصر اصلی مقاومت که همین مجاهدین و مقاومت بود، بود که به هر حال یک پارازیت بود، یک پرانتز بود که قیام آفرینان در قیام 96 این پرانتز رو برای همیشه بستند و یک مانع جدی رو از پیش روی قیام برداشتند. بله، اگه موافق باشین با یاد اون روزها، بله، لحظاتی از این قیام 96 رو با هم ببینیم و ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. بله، درود به این قیام آفرینان. آقای مرادی، شما از دستاوردها و ویژگی‌های این قیام داشتین میگفتین. من خواستم از دستاوردها و نتایج و شاید بشه باز هم از ویژگی‌های این قیام یاد کرد، از دستاوردهای سیاسیش هم بگیم. بله، ببینید که خود برادر مسعود در پیام شماره 10 خودش، در سلسله پیام‌هایی که داشت در رابطه با از قیام 96 به این طرف، تقریبا خلاصه نتایج و محصل این قیام رو در چند پاراگراف، یه پاراگراف فوق‌العاده کوتاه و بیان کرده که من از اون میخونم، فکر کنم خود این مسئله بسیار گویا باشه. خود برادر مسعود در پیام شماره 10 خودش در رابطه با قیام گفتش که این قیام میسنه قیامی که 96 طی شد تا سرنگونی و پیروزی تداوم داره.
یکی از بس مهمترین دستاوردها یا مهمترین ویژگی های این قیام 96 استمرار و تداومش بود و اون چیزی که به هر حال ما از 96 تا به الان شاهدش هستیم استمرار که دامنه اون گفتین است تا 97 و همطور قیام 97 قیام آبان 98 دی 98 و تا همین الان که شما میبینید هیچگاه جامعه ما اون التهابش و اون عنصر شورش و شورشگریش به رغم سرکوب به رغم تمام ترفندهایی که رژیم به هر حال ده این مدت داشت به رغم فقر و گرسنگی به رغم کرونا و الاخر شما همه پارامتر نکنید به هر حال میبینید این قیام ها سلسله قیام ها افت نداشت و به طور مشخص خاموش نشد و استمرار داشت همچنین برادر مسعود میگه که گسترش مییابد و عمق پیدا میکند به طور واقعی شما نکنید وقتی ما قیام آبان ما رو یا قیام 97 رو در متعاقب قیام 96 نگاه کنید و پشت سرش قیام آبان 98 رو میبینید میبینید که این قیام چه در ابعاد کمی و چه در ابعاد کیفیش فی الواقع عمق پیدا کرد و اثباتگر همین موضوع بود که الان به هر حال نمیخوایم بهش بپردازیم بله. همچنین مطرح کردش که این قیام با مقاومت سازمان یافته پیوند و پشتوانه داره یکی از ویژگی‌های مهم و برجسته قیام 96 پیوندش با خود کانون‌های شورشی و با مقاومت سازمان یافته بود این چیزی بود که خود خامنه‌ای به صراحت اون رو بهش اعتراف کرد و صحبت از ایگتون باشه صحبت از یک مثلثی کرد که ذل اصلی و ذل اجرایی و ذل تعیین کنندش در صحنه عنصر مجاهدین ازش نام برد و بعدم تأکید کرد که در این قیام 96 ممکنه یک عده‌ای از روی ناآگاهی یا از روی عنصر هیجان وارد صحنه شده باشن ولی اون عناصری از مجاهدین که آگاهانه و با برنامه ریزی از پیش تعیین شده در این قیام شرکت داشتن فرق داره با اونا و گفته بود که و تأکید کرده بود که شما فرق بذارید به کسانی که از طرف مقاومت در این صحنه و قیام آفرین 96 بودن همچنین عیاد متعاقب اون خود علام الهدا بود که تأکید کرد که این کسی که این جریان رو میندازه و پشتش هست خود سازمان مجاهدین هست و الاخر نکته بعدی که مطرح کرد دشمن ضد بشر در برابر آن هیچ راه حل و برون رفت و برگ برنده ندارد و به طور واقعی یعنی ما اگه شما دقت کرده باشید حالا جای بحث زیادی داره یکی از مهمترین دستاوردهای این قیام این بود که به هر حال این قیام رژیم نتونست بعد از قیام 96 خودش رو جمع کنه هرگز نتونست این بحران هایی که وجود داشت در درون نظام و به طور مشخص این قیام 96 تشدید کرد نتونست رژیم به موقعیت قبل خودش برگرده و سر و سامونی بگیره علاوه بر اینم خب به هر نکته قابل توجه که ما در 96 داشتیم نیروی شرکت کنندش نیروی جوان بودن اون اساسا نیروهای جوان در این شرکت کردن این قیام به طور مشخص سراسری بود حضور زنان در این قیام بسیار به طور مشخص برجسته بود و ویژگی های دیگه که توضیح بگیم مقدار دارم من می‌خواستم تعدادی از کامنت‌ها رو برای شما بخونم. هموطن گفته که یاد سردار شهید موسی خیابانی گرامی باد و گفت که ممکنه ما را بکشید، ممکنه ما را زندانی بکنید ولی نه این مکتب، مکتب مجاهدین تا ابد باقی ماندنی است. هموطن دیگه گفته که ایران بهترین و دلاورترین مردم رو در تاریخ معاصر جهان داره. یک نگاه به تعداد اعدام‌ها و زندانیان مقاوم بندازیم. هموطن دیگه گفته که یک جنبش اجتماعی چه زمانی میتونه موفق بشه و تبدیل به قیام بزرگ اجتماعی بشه و سرنگونی رو داشته باشه این سوال هم بله یه بار میتونی تکرار کنی سوال رو گفته که یک جنبش اجتماعی چه زمانی میتونه موفق بشه تبدیل به قیام بزرگ اجتماعی و سرنگونی رو داشته باشه من که بخوام به اختصار به این سوالتون جواب بدم این جنبشی که الان ما یک خب ما یک نبرد 41 ساله‌ای هست بین مقاومت و مردم ایران با این رژیم یعنی صورت مسئله اصلی و جنگ اصلی و نبرد اصلی بین مردم و مقاومت در یک سو با این رژیم بوده که در این پروسه ادامه داشته ببینید ما پروسه‌ای که داریم طی می‌کنیم و به طور مشخص با استراتژی همین کانون‌های شورشی که در جوف آن خود قیام‌ها اساس قیام‌های همین 96 به هر حال به عنوان یک سرفصل از اون نام بردیم و بعد قیام 98 و استمرار اون همین استراتژی هست که رژیم رو میبره به سمت سرنگونی و برافروختن خود قیام یعنی در یک کلام در پیوند کانون‌های شورشی در پیوند این مقاومت سازمان یافته با قیام‌هایی که زمینه اون تماماً در شرایط و جامعه موقعیت جامعه فراهم هست به علاوه وضعیتی که رژیم به طور واقعی
وضعیت در هم شکسته ای که رژیم به طور واقعی داره، همه اینا رو شما پارامترها رو هم بریزید زمینه ساز قیام میشه. اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، رژیم در موقعیتی که در مجموع داره توان بازسازی و توان بازگشت و توان احیای هیچ یک از سرمایه های گذشته خودشون نداره، پس زمینه تو اونجایی که به رژیم برمیگرده زمینه سرنگونی فراهم هستش. از سوی دیگه مقاومت سازمان یافته هستش و پیوندش با مردم ایران هست که اینم روز به روز ما شاهدش هستیم و شاهد گسترش و عمق یافتنش چه در پهنه کانون‌های شورشی چه در پهنه قیام‌ها هستیم که این هم در حال ریزه. از اون پارامتر بعدیم که از عناصر بین‌المللی و منطقه‌ای در نظر بگیریم، عناصر بین‌المللی و منطقه‌ای هم به دلایل واضح و روشن که شاید توی این بحث امکان پذیر نباشه الان همسو با رژیم نیست و هرگز هم نمیتونه اون همسوی گذشته رو با رژیم پیدا کنه. بنابراین روندی که داریم پیش میریم هم با در همین استراتژی کانون‌های شورشی ما میتونیم به قیام و سرنگونی برسیم. آقای مرادی، به رغم نکاتی که گفتیم و توضیح دادین، اما وقتی که به عمل تو عمل صحنه رو نگاه میکنیم میشه اینطوری گفتش که بالاخره رژیم قیام 96 و همینطور استمرار قیام هایی که در 97 داشتیم و قیام 98 آبان و دی رو به نوعی سرکوب کرده یا نه؟ بالاخره این قیام ها یه چند روزی بودن و بعد دیگه تموم شد و رژیم همینطور که ببینیم سر جاش باقیه. اگر نیست چرا؟ ببینید این موضوع بسیار بسیار مهمی هستش که رژیم تلاش گسترده‌ای میکنه که با انواع و اشکال و امکانات حکومتی که در اختیارش هست در این بدمه که قیام 96 به هر حال تموم شده، قیام آبان 98 تموم شده، قیام دی 98 تموم شده و به طور مشخص میخواد این عنصر رو، این موضوع رو در جامعه نهادینه بکنه که به هر حال قیام هایی که در اوج هم بودن، گسترش هم داشتن، سراسری هم بودن و حتی خود رژیم هم فکر میکرد که به هر حال تا اونو رژیم رو تا آستانه سرنگونی برده، در نهایت به طور مشخص سرکوب کرده و از توی این میخواد یک در دمیدن به ناباوری یک ناامیدی ایجاد کنه و در پس ناامیدی یک پاسیویزم و یک پاسیویته رو در جامعه القا کنه. چرا شما میگین پاسیویته؟ واقعیت پس چی؟ این واقعیت قضیه اینطوری که اگه به لحاظ روانشناسی اجتماعی در نظر بگیرید، وقتی مردم یک سویه به اون دود و دمی که رژیم برپا میکنه، به اون تحلیل هایی که از این قیام ها ارائه میکنه و خب اعوان انصارش هم که به طور مشخص در با اشکال مختلف در این میدمن با پیچیدگی های بسیار زیاد، برایندش روی یک فرد، روی یک فرد ایرانی که مسلح نیست به تحلیل های عالی مقاومت، مسلح نیست به هر حال به اشراف واقعی نسبت به پشت پرده رژیم، به وضعیت رژیم، به وضعیت بحران های رژیم، تأثیر خود به خودی چنین نگرش سطحی و نگرش اولیه از قیام 96 و نتیجش، از قیام 98 و نتیجش و قیام آبان دی 98 و نتیجش، برایندش این میشه که به هر حال این رژیم توان سرکوب داره، میتونه و تونسته قیام ها رو سرکوب کنه و قیام های آتی رو هم چنین توانی رو داره و رژیم هم دقیقاً در اون میدمه که میتونه سرکوب کنه. برایندش برای من چی میشه؟ برایندش برای من این میشه که پس قیام آتی هم سرنوشتش از پیش تعیین شده است. بنابراین چرا باید من در بازی شرکت کنم، در قیامی شرکت کنم که نتیجه شکسته؟ این در نتیجه در من یک پاسیویزمی، یک پاسیویته ای رو زمینه سازی میکنه و به طور مشخص رژیم همین بذر رو میدمه و نهادینه کرد. و این نتیجه دیدن یک سطح از این واقعیت، یک نگرش سطحی و ندیدن عمق واقعیته که چه در پهنه مقاومت، چه در پهنه مردم، چه در پروسه طی شده در جامعه بعد از بخصوص بعد از 96 و به طور مشخص ندیدن عمق و ابعاد فاجعه بحران‌های رژیم و برگشت ناپذیریش هستش. این نتیجه اون هستش. اما بحثی که شما سر سرکوب می‌کنید، خب به طور واقعی وقتی یک رژیمی در حاکمیت هست، وقتی یک رژیمی توان سرکوب داره، یک رژیمی که تمام تار و پودش اساساً با سرکوب سرشته شده و تمام عمرش رو در تمام این مدت عمود خیمه نظامش توسط سرکوب و توسط سپاه پاسداران به طور مشخص حفظ و حراست شده، خب وقتی
توی این قیام ها به خصوص که گفتیم سر قیام 96 به این طرف صورت مسئله اصلی قیام ها دیگه بحث امتیازات یا بحث انتخابات یا بحث گرفتن امتیازات صنفی یا دانش سیاسی یا قشری نبوده، به بحث کلیت نظامه، کلیت نظام. بنابراین مردمی که در صحنه از قیام 96 اومدن تو صحنه یک حرف داشتن، نه به رژیم، یعنی سرنگونی رژیم. بنابراین رژیم قبل از همه و بیش از همه چون که صورت مسئلهش هست میفهمه، بو میکشه، حس داره و میفهمه این قیام ها به دنبال سرنگونیش هستن. پس بنابراین وقتی موضوع سرنگونی رژیم پیش میاد، رژیم با تمام توانش، با تمام قواش، با تمام امکان و دستگاه سرکوبش وارد صحنه میشه که سرکوب کنه. و بنابراین خب توی یک تعادل نابرابری که در صحنه وجود داره، در مقطع وجود داره، میکشه و این کشتار به هر حال در مقطع قیامی رو متوقف میکنه و کرده. اما سوال اصلی اینه که آیا این سرکوب ها یک سرکوب موفقی بوده یا نبوده. ببین وقتی ما صحبت از یک سرکوب میکنیم، صحبت یک سرکوب موفق میکنیم، سرکوب موفق یک شاخص داره. شاخص مهمترین شاخصش اینه که بتونه استمرار یک قیامی رو متوقف کنه، یعنی قیام دیگه تکرار استمرار نشه، استمرار جنبش رو متوقف کنه، یا حداقل برای یک دوره طولانی، یک دوره 10 ساله 15 ساله بتونه چیکار کنه؟ جامعه رو در انجماد، سرما و یخبندان فرو ببره. اصطلاحی که به طور واقعا در جامعه میگن، بعد بتونه چیکار کنه؟ اگر سرکوب به نقطه شکستن پای جامعه، قلم پای جامعه کشته بشه، برای سرکوب موفق. اما شما نگاه کنید از قیام 96 به این طرف نگاه کنید، کجای جامعه در یخبندان فرو رفته؟ کجای این مقاومت حذف شده و در صحنه نبوده؟ شما به منحنی اقدامات کانون شورشی نگاه کنید، روز به روز این واقعا بکشید این منحنی رو ببینید، روز به روز بر کمیت و کیفیت و عمق فعالیت‌های کانون شورشی یا افزایش پیدا کرده یا پیدا نکرده. شما نگاه کنید به قیام 98، مقایسه‌اش کنید با قیام 96، آیا یک انقلاب بوده یا نبوده؟ قیام 90 آبان 98 و بعد دی 98 و الاخر. بنابراین و از همه مهمتر پس بنابراین اگر این قیام و استمرار اون در مردم و مقاومت از بین نرفته و به عکس مشتعل شده و استمرار داشته، اون روی سکه، آیا رژیم تونسته اون صورت مسئله قیام رو حذف کنه و پاک کنه؟ اون چیزی که قیام 96 رو خلق کرد و ایجاد کرد میگه از بین رفته، بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. اون چیزی که قیام آبان 98 رو خلق کرده که بیشتر و بیشتر و بسا بیشتر شده. بنابراین رژیم نتونسته و هرگز نمیتونه، قادر نیست و نخواهد بود که اون زمینه، اون موارد و عواملی که زمینه ساز قیام هستن رو از بین ببره. بنابراین خیلی واضحه و روشنه این سرکوب میکنه، کشتار میکنه، ولی این به معنی منکوب کردن جامعه نیست، به معنی سرکوب موفق نیست. خب هر نبرد قیمت خودش رو میخواد، هر نبرد شهدای خودش رو میخواد. در کجای تاریخ شما یک نبرد رو دیدید، یک مقاومت دیدید، یک انقلابی رو دیدید که بدون شهید باشه، بدون پرداخت هزینه باشه؟ انقلابی اونم با یه هیولایی مثل این رژیم در افتادن، من میشه بدون پرداخت هزینه؟ 41 سال 120 هزار شهیدش رو این مقاومت به طور مشخص تقدیم کرده یک سویه در این مسیر. خب باره الان مردم در اصل برای سرنگونی میان، هزینه و قیمت خودش رو میخواد. هزینه و قیمتی که یک نبرد میخواد رو نباید به پای سرکوب موفق رژیم ریخت. یعنی هشدارایی هم که روزانه تو رسانه‌های رژیم میگن قیامی بزرگتر از آبان در راه هست و اینو تو این حس میکنن، میدونن، برآورد دارن. حالا یک سوال و یک موضوعی الان توی جامعه مطرحه، اینم که خلاصه میگن الان با توجه به تغییراتی که توی انتخابات آمریکا و نتایج اون و دولت آمریکا در راهه و بحث برجام، بازگشت برجام و موضوع مذاکره و این چیزا، این سوال وجود داره که آیا تحولات آتی و تحولاتی که روبروش هستیم بالاخره به سود رژیم و بقای اونه یا نه، و اگر نه چرا، و خلاصه الان ما تو چه شرایطی هستیم و چشمند آینده رو واقعا چی هست و چطور باید دید؟ ببینید ما گفتم که ما یکی از اقداماتی که باید بکنیم به عنوان هر شهروند ایرانی داشتن یک تحلیل همه جانبه، یک نگرش علمی و دقیق نسبت به کجا هستش، نسبت به اقداماتی که به طور مشخص خود رژیم میکنه. بنابراین این رژیم تلاش میکنه که تحولات بین المللی که اتفاق افتاده و به صورت مشخص انتخابات خود آمریکا رو بیاد تبدیل کنه به یک سکوی پرش برای خودش، تحت این عنوان که این رفتن با این همانی بایدن با اوباما این رو در جامعه بدمه که با رژیم در عرصه بین‌المللیش و در عرصه منطقه‌ش به موقعیت قبلی خودش برمیگرده، مماشات برمیگرده، تمام توانمندی‌های رژیم، سرمایه‌های از دست رفته رژیم به دوران اوباما برخواهد شد. این
مطلق غیر واقعی است. چرا غیر واقعی است؟ 4 سالی که در دوران ترامپ گذشته، 4 سالی که به هر حال در این زد و خوردهایی که بین مقاومت و مردم ایران با این رژیم گذشته، پروسه‌ای که مردم ایران از 96 به این طرف طی کردن، از 98 طی کردن و بعد از قیام، هرگز و هرگز صورت مسئله جامعه، صورت مسئله مردم، صورت مسئله مقاومت به عقب بر نخواهد گشت. خیلی ساده و خلاصه براتون بگم، الان مسئله رو مطرح میکنن که به هر حال مذاکره‌ای در پیش رو هستش و بازگشتی به مذاکره. ببینید این سر این قضیه، اولا خود ترامپ بارها و بارها مگر اعلام نکرده که من هیچ دعوایی و صورت مسئله جز مذاکره با رژیم ندارم؟ اصلا مذاکره که دعوای بین بایدن یا این ترامپ نیستش که، تمام طرف حساب‌های اروپاییش، طرف حساب‌های خود آمریکا از هر طیفش خواهان تا بحث صورت مسئله‌شون که سرنگونی رژیم میشه. صورت مسئله سرنگونی رژیم بارها و بارها این مقاومت به طور مشخص برادر مسعود دارم که مسئولیت اول و تا آخر اون به عهده مقاومت و مردم ایران ولا غیر، به طور واقعی در تمام این پروسه این اثبات شده. پس بنابراین اونها هم چنین مدعی سرنگونی رژیم نیستن، مدعی هستن که ما منافعی داریم، این منافع در منطقه در عرصه بین المللی منافعی داریم که این رژیم با ویژگی‌هاش داره اونها رو به خطر میندازه، مذاکره کنیم که آقا تو سر جات بشین و این منافع رو به خطر ننداز. پس مذاکره صورت مسئله خیلی شناخته شده چیز جدیدی نیست، درست شد. اما حالا این، پس این اول موضوع. دعوای دوم مسئله که وجود داره، آقا این دعوای مذاکره در قبلش، الانش و بعدش پشت چی مونده و پشت کی مونده؟ الان به طور واقعی اول تا آخر این مذاکره پشت رژیم و پشت شخص خامنه ای مونده. شخص خامنه ای ببین نمیخواد تن بده به قواعد بازی. قواعد بازی یک جهان منطقه قواعدی داره، این قواعد به خصوص تو 4 سال گذشته که ترامپ در تحریما بوده و ترامپ به هر حال برای وجود داشته، به هر حال قواعد بازی عوض شد. این رژیم باید چیکار کنه؟ تن بده به قواعد بازی. قواعد بازی هم فوق العاده ساده است، خیلی واضحه و روشن. میگن آقا جون دست از دخالت های منطقه‌ای بردار، کاری با کشورهای منطقه نداشته باش، دست از اتمی و موشکی، دست از اتمی و موشکی بردار. بعدم به طور مشخص الان هم مطرح میکنن که علاوه بر تمام این قضیه تو باید چه کنی؟ پای حقوق بشر هم بیای. جهان نمیپذیره، نمیتونیم ما با کشوری که تا این ابعاد جانیه و مردم خودش رو سرکوب میکنه دست دوستی و دست پیمان اقتصادی و معاملات اقتصادی بهش بدیم، نمیتونیم بدیم. بعد در زمینه حقوق بشر هم چه کنید؟ دست از اعدام باید برداری، دست از حقوق بشر هم باید کوتاه بیاید آخر. بنابراین خب برایش این رژیم پیشفرض‌هایی برای این مذاکره وجود داشته. یعنی الان شما نکنید در همین داستان برجام از خود اروپا بگیرید تا خود آلمان بگیرید، انگلیس بگیرید، فرانسه بگیرید، حتی چین بگیرید، حتی خود روسیه بگیرید، خود بایدن بگیرید، همین مشاوره جدیدش بگیرید، همه بدون استثنا میگن که ببین این بازگشت به برجام گذشته بدون پیش شرط امکان پذیر نیست، باید دوباره برجام نشستاش برگزارشه و این شروط چه کنه؟ رژیم پای این شروط بیاد. خب خود خامنه ای معنا و مفهوم این شروط رو میفهمه، اسمشو میذاره تسلیم، اسمشو میذاره تنزل و تسلسل بی پایان به سمت سرنگون و درست هم است. بنابراین صورت مسئله دعواست تا اونجا که به این برمیگرده، این رژیم تا به این دعوا نمیتونه و نمیخواد پای این مذاکره بره. خب خود بایدن هم به دلایل متعدد مشکلات و مسائل خودش داره. بنابراین چشماندازی رو شما پرسیدید، هرگز چشماندازی از داستان برجام، از رفع تحریم‌ها به این آسونی در دسترس نیست. به طور مشخص خود پاسدار رضایی گفت چون اگرم تحریم بشه حداقل 5 تا 6 سال طول خواهد کشید که تحریم‌ها برداشته بشه. برای آقای مرادی در دقایق پایانی هستیم، من خواستم کامنت هموطنی رو بخونیم و به سوال هموطن دیگه هم کوتاه پاسخ بدیم. گفته که رژیم در قیام آبان هر چند قیام رو سرکوب کرد، اما شکست استراتژیک سیاسی و اجتماعی شدیدی خورده که جبران ناپذیره. سوال هموطنی گفته که ولی هواداران به اصطلاح سلطنت مردم رو از هزینه دادن پرهیز میدن و میترسونن که مبادا خونریزی بشه، مبادا خشونت بشه. شما به این دار و دسته چه جوابی میدید؟ من یه جمله بخوام براتون بگم، وقتی اولا تمام این حرف و این شعار بی تردید وقتی شما بخواید لایه برداری کنید میرسید به کی؟ به خود رژیم. در این نباید تردید کنید. اون کسی که میگه نباید هزینه پرداخت، یعنی خیلی واضح و روشن میگه که
نباید وارد نبرد و جنگ با این رژیم بشه. منظور شما که این همون خواسته رژیمه مشخصا. اوج خواسته رژیمه. بنابراین این حرف یک حرفی است تماما تا دینش خواسته خود رژیم رو تعمیم میکنه. پیامش چیه؟ وقتی این رژیم که کوتابیا که نیستش که. این رژیم که در یک شرایط دموکراتیک در یک صبح روشنی که تقدیم نمیکنه حاکمیت رو به دست مردم بره. تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه میجنگه و کشتار میکنه که حاکمیتش رو حفظ کنه. خب مردم ایران میمونن. مردم ایران میخوان یه چنین هیولایی رو از سرزمین یک چنین اشغالگری از سرزمین ایران بکشن کنار. هزینه هم نباید بدن. خب یعنی جنگ نباید بکنن دیگه. یعنی تسلیم مطلق و محض حاکمیت. حاکمیت. این 41 سال یک مقاومت پرچم مبارزه با این رژیم برافراشته نداشته و سنگین ترین هزینه رو برای حذف این هیولا از سرز از تاریخ ایران و تاریخ جهان و به طور مشخص این نظام اشغالگر از ایران مدوش کشیده و هزینه‌اش هم داده و ادامه راه هم جز این نیست. بله. ادامه راه هم جز این نیست که باید ملت ایران مثل تمام ملت‌های دیگه وقتی انقلاب میخوان، وقتی سرنگونی میخوان، وقتی آزادی و آبادانی مملکتشون رو میخوان، وقتی رهایی مردمشون رو میخوان، باید هزینه بدن. و این الزام سرنگونی این قیام است. و یه چیز واضح و روشن میگم، شما نگاه کنید به تاریخچه 120 ساله جنبش مردم ایران، هرگز در دادن هزینه، قیمت، شهید هیچ وقت مردم ایران کم نذاشتن و نمیذارن. ای موردی به سوال دیگه ای هم به صورت کوتاه‌تر پاسخ بدیم، گفته که رژیم که در حال سرنگونیه چرا حداقل به مردم در داخل کمک اقتصادی نمیکنه تا خیالش آسوده باشه و چرا به جای اینکه مماشات رو خفه کنه به سفارت آمریکا موشک میزنه؟ ببینید این رژیم یه رژیم بحرانزاست و بحرانزی. به طور مشخص تمام تلاشش رو میکنه که توی ببین عمر این رژیم به خصوص از نظر خودشون از نظر تحلیلگراشون عمر دراز مدتی نیست. عمری است که هر لحظه در انتظار قیام‌های از نوع اونم آتش فشانیش هستن. به همین خاطر پس رژیم چنین برآوردی از خودش و جامعه و مقاومت و صحنه موجود ایران داره. بنابراین رژیم در چنین مسیر استراتژیش از این ستون تا اون ستون یک ساعت بیشتر زنده موندنه. همه تلاشش رو میکنه، همه اقداماتش رو میکنه، همه ترفندهاش رو میریزه، همه رمل و استرالاش رو میزه، همه امکاناتش رو فعال میکنه که بتونه از این بحران تا بحران بعدی هر فرجه‌ای هست یه فرجه‌ای بخره و بتونه چیکار کنه، نفسی بکشه و برای خودش بقا بخره، چون که میدونه بقای در انتظار نیست. بنابراین اگه من بخوام خیلی خلاصه براتون بگم، این رژیم تمام اقداماتش رو با شما در این راستا دید، نه در راستای توانمندیش. اون خب نیاز داره بیاد بگه که چیکار کنه در سالگرد نمیدونم فلان، من چیکار میکنم، دارم انتقام سخت میگیرم و توان قدرت بخواد یه روحیه بده به نیروهای مثلا سرکوبگرش، یه روحیه بده به نیروهای مزدورش در کشور منطقه و الاخر. خب اینا در لایه اولیه است، ولی در اعماق میدمه در این قضیه که به هر حال اینا به هر حال عواملی از عناصر از جنس قدرت در درون رژیم. هرگز اینا از جنس قدرت نیست، اینا لگد پرونی های تروریستیه که رژیم داره به طور مشخص میکنه برای پوشوندن، برای دودزا میزنه که چهره واقعیش، اون چهره واقعیش که به هر حال به طور واقعی در کشته شدن فخرزاده مثل آکواریوم برای مردم ایران و جهان واضح شد و روشن شد و همه دیدن که تا کجا اون عمود خیمه این نظام که اسمش از سپاه پاسداران صاحب دستگاه سرکوب تا کجا پوسیده است، تا کجا موریانه خورده است، تا کجا در هم شکسته است. دیدی که همه دیدن اینو. بنابراین رژیم میخواد پوشش بده، میخواد اینها رو چا کنه، بپوشونه و این اقدامات رو انجام. بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای مرادی که در که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین و همینطور پاسخهای سوال هموطنان. خیلی ممنون.